با درود خدمت هموطنان عزیز، برنامه وام مسکن از تلویزیون AMG رو در خدمتون هستم. این هفته در رابطه با پرچس و ریفایننس میخوایم صحبت بکنیم. من تا یادم نرفته یه مطلبی رو در رابطه با برنامه قبلی که از قلم افتاد رو خدمتون بگم، بعد برنامه این هفته رو شروع بکنیم. برنامه هفته پیش که در رابطه با درآمد و پیش پرداخت یا داون پیمنت بود، یک نکته رو من یادم رفت بگم و اونم بخشی از اینکام هست، بونس. خیلی ها هستن از هموطنان ما که بونس رو هم که به اصطلاح در طول سال از کارفرماشون یا امپلایرشون میگیرن، اون هم میشه به عنوان اینکام استفاده کرد. شبیه به همون بحث پارت تایم جاب هست. برای اینکه بتونیم بونس رو به عنوان اینکام استفاده بکنیم و اد بکنیم به اون چیزی که در سال شما به عنوان بیس از کارفرماتون میگیرین، دو سال هیستوری میخواد. یعنی اگر این بونس هم دو سال هیستوری نداشته باشه، مثل پارت تایم جاب، بونس رو متاسفانه به اصطلاح قبول نمیکنن برای اینکام. پس دو سال بونس رو در نظر میگیرن، باز اوریجش رو میگیرن، تقسیم بر دو میکنن و اون عد میشه به اینکامی که در سال شما در میاریم. بحث این هفته در رابطه با پرچس هست و ریفایننس. پرچس یا همون خرید خونه که شما میخواین بگیرید، چه کاری رو باید انجام بدین قبل از اینکه بخواین قدم اول رو بردارین برای اینکه آفر بذارین که یه خونه ای رو بگیرین. میخوام وارد این بحث بشم. یه چیزی که من توی مارکت خیلی میبینم، به خصوص توی این مارکتی که حالا میمیدونم الان اسلو شده، این هستش که هموطنان قبل از اینکه کار مورگیجشون رو انجام بدن، میرن آفر میذارن و به عبارتی وقتی کار از کار گذشته تازه برمیگردن و میخوان مورگیج بگیرن، وام مسکن بگیرن. بعضی موقع ها مشکل پیدا میشه با توجه به قوانینی که الان به صورت عوض شده، خیلی از پروداکت ها عوض شده، یه خود سخت‌تر شده. من توصیه‌ام به شما این هستش که قبل از اینکه هر اقدامی بکنین برای اینکه بخواید برین جایی رو ببینین و بخرین، حتما با فینانشال ادوایزرتون یا مورگیج بروکرتون یه میتینگی داشته باشین، کیستون رو ریویو بکنن، ببینن شرایطتون به چه صورت هست، شرایطتون اوکی هست که بخواید برین جلو، کوالیفاید میشین نمیشین، به چه صورت بتونین آماده باشین در واقع وقتی که میخواییم برین آفر میذارین، با خیال راحت آفرتون رو بذارین. نکته ای که من خیلی البته تو این مارکتی که الان داریم صحبت میکنیم میخوام بگم این رو هستش، زمانی که آفر میذارین سعی بکنید تا اونجایی که امکانش هست کاندیشن بذارین. کاندیشن معمولاً به این صورت هستش که شما میایین دو تا کاندیشن معمولی که توی مارکت هست و همه استفاده ازش میکنن، اصطلاحاً یکیش فایننس کاندیشن هست که اگر به هر دلیلی مورگیجتون وامتون درست نشد بتونین قراردادتون رو فسخ بکنین، یا اینکه اینسپکشن، اینکه خونتون رو ببرین، خونه که میخواین بخرین رو اینسپکت بکنین قبل از اینکه بخواین فاینالایز بکنین این کارتون، خریدتون. حالا راجع به این فایننس کاندیشن من صحبت میکنم اول، بعد برمیگردم به اینکه حالا چه کارهایی باید بکنین که کوالیفای مثلا هستین نیستین، آیا مثلا باجتتون رو بدونین که چه سطحی میتونین برین جلو، چه رقمی رو میتونین تارگت بکنین که برای اینکه خونه که میخواییم بخرین رو بگیریم. کاندیشن اصولا به این صورت کار میکنه که به هر دلیلی شما وقتی که آفر میذارین روی خونه، مثلا فرض کنید یه خونه رو دیدین قیمتش هست 1,000,000 دلار، این خونه رو میخواییم بگیرین آفر میذارین، معمولا حالا نسبت به اون رقم خود قیمت خونه که شما تو میگیرین تو مارکت هستش 5%، 10%، حالا میگم بستگی به ارزش خونه داره، شما باید به عنوان دیپازیت رقمی رو بدین به ریلتور فروشنده، به بروکرجشون، البته به اینتراست هم باید باشه چکتون. یه چکی رو میکشین، حالا مثلا فرض کنید یه خونه 1,000,000 دلاری، مثلا فرض کنید 50,000 دلار شما یه چک یا درافت به اصطلاح هم بهش میگه از بانک میگیرین، در وجه بروکرجی که
خونه رو لیست کرده این تراست و میدین به عنوان دیپازیت برای اون خریدی که انجام دادیم. اگر شما فایننس کاندیشن نذارین، یعنی فرم رفتین جلو، یعنی که این خونه دیگه مال شماست، باید به هر طوری که شده این مورگیج این خونه رو بگیرین، تو این حالت هیچ راه بازگشتی ندارین، یعنی بایستی برین تا آخر. البته اگر آپشن اسایمنت داشته باشین روی پرچستون، خب طبیعتاً میتونین اسایمنت کنین به کس دیگه، ولی من فرض میگیرم که آپشن اسایمنت هم ندارین. اگر آپشن اسایمنت نداشته باشین و اگر فایننس کاندیشن نذاشته باشین روی این خونه و فرم اصطلاحاً این پراپرتی رو شما خریده باشین، دیگه باید برین مورگیجتون رو بگیرین. حالا از بانک میتونین بگیرین، از نمیدونم بی لندر بگیرین، سی لندر بگیرین، اینکه چجوری کوالیفای هستین نیستین اونا دیگه داستان بعدی که میخوام راجعش صحبت بکنم. ولی اگر فایننس کاندیشن بذارین، حالا یکی از کاندیشناش هست که مثلا شما توی یه مدت زمانی مثلا فرض کنید 3 روزه، 4 روزه، 5 روزه، 10 روزه به صورت توافقی هست بین خریدار و فروشنده، بیزینس بانکینگ دیز به اصطلاح بهش میگن، اگه شما روز جمعه آفر بذارین و فایننس کاندیشن 3 روز بذارین، از روز جمعه شروع میشه، شنبه یک شنبه شروع نمیشه. خب در واقع از روز دوشنبه شروع میشه فایننس کاندیشن شما، اون دیزی که به اصطلاح قرار هست شما روی مورگیجتون کار کنید. اگر به هر دلیلی شما نتونستین مورگیجتون رو بگیرین چون فایننس کاندیشن گذاشتین، اون رقم دیپازیت رو که گذاشتین میتونین پس بگیرین، یعنی با ارائه یک نامه یا یک مدرکی که بگین که به هر دلیلی حالا شما فایننسین نتونستین خونه رو بگیرین، اون قرارداد فسخ میشه و اون پول یا اون دیپازیتی که شما گذاشتین بهتون برگردونده میشه. یا اگه مثلا اینسپکشن بذارین، فرض کنین فایننس کاندیشن گذاشتین، فایننستون قبول شده، حالا برای اینسپکشن گذاشتین، اینسپکت رفتن خونه رو اینسپکت کردن، دیدن یه مشکلی خونه داره، بعد شما به این نتیجه رسیدین که نه این خونه نمیخوام بگیریمش، بازم اون حالت میتونیم دیپازیتتون رو پس بگیره. اگر نذارین این فایننس کاندیشن رو، باید یه طوری این مورگیجتون رو بگیرید. حالا برگردیم به داستان پرچس. چجوری پرچس ترانزکشن اصلا انجام میشه؟ اولین کاری که من فکر میکنم هر کسی بایستی انجام بده و منطقی و راه درستش این هستش، اینه که شما قبل از هر اقدامی با فایننشال ادوایزرتون یا با مورگیج بروکرتون یک میتینگ داشته باشید. توی این میتینگ آپشناتون رو شما با همین شخصی که الان هستش ریویو میکنید، کیستون رو نگاه میکنن، ببینن درآمدتون چقدر هستش، کردیتون خوبه نیست، مشکل دارین تو کردیتتون، داون پیمنتتون حاضر نیست، یا مثلا اگه قرار گیفت باشه آیا اون بانک قبول میکنه که گیفت باشه، اگر قرار هستش که از لاین اف کردیتتون مثلا اون پول بیاد به عنوان داون پیمنت قرار بگیره استفاده بشه، اون لندری که میخوان باهاشون کار کنن اونا قبول میکنن این کارا رو. به عبارتی یک underwriting، به عبارتی قبل از اینکه شما هیچ اقدامی بکنین کیستون ریویو میشه. وقتی که ریویو شد اون شخص به شما میتونه بگه که آره شما کوالیفای میشین برای یه همچین رقمی که بخواید مورگیج بگیرین با توجه به این مبلغ داون پیمنتی که میخواید بذارید. حالا بحث پروداکت ها پیش میاد که تو برنامه قبلی هم گفتم روی این مسئله حتما ما برنامه‌ای خواهیم داشت که هر برنامه هم اختصاص می‌ده به یه پروداکت خاص که در رابطه باش صحبت بکنیم. ولی باید مطمئن بشین که شما کوالیفای هستین واسه اون رقم مورگیجی که می‌خواید بگیرین از بانک و با توجه به داون پیمنتی که می‌خواید بذارین برای اون خونه. اگر این کارو کردین و خیالتون راحت بود که به سلام مورگیجتون انجام شدنی هستش، با خیال راحت تری میتونین برین شاپ ران بکنین برای خونه خریدن. 7-8 ماه پیش شاید یه مقدار سخت بود به خاطر اینکه مولتی آفرهایی که توی به اصطلاح مارکت بود همه میگفتن خب ما نمیتونیم مثلا فرض کن بریم فایننس کاندیشن بذاریم، باید فرم بخریم. خب مشکلی نیست، شما اگه بخواید فرم بخریم باید قبلش حتما بیاین یه اسس بشین، ببینین که اصلا میتونین همچین قدمی رو بردارین یا نه. چیزایی که مهم هستش توی این پروسس که انجام بدین اینه که افوردبیلیتی رو نگاه بکنه اون شخصی که داره کاری براتون میکنه، که شما با توجه به اینکامی که دارین، با توجه به کردیتی که دارین میتونین همچین قدمی رو بردارین.
اگر نمیتونین چه آپشنایی رو دارین؟ حالا آپشن ها میتونه مثلا این باشه که مثلا دامپمنتتون رو ببرین بالاتر که رقم پایینتری مورگیج بخواید بگیرین اگر این کامتون جواب نمیده برای اون رقم مورگیج، یا اینکه بیاین یه خونه کوچیکتر یا ارزونتری رو مثلا برین دنبالش که بخواید بخرین. این نکاتیه که خیلی مهم هستش، به خصوص الان مارکت یه خود اسلو شده، یه مقداری قیمت ها ثابت نگه داشته شده، بعضی مناطق یه خود پایین تر هم اومده، راشی نیست که شما بخواید مثلا فرض کنید تو این حالتی باشین که باید برین فرم بخرید. من همیشه اینو گفتم به کلاینت هم که چه حالت به اصطلاح اون حالتی که مارکت داغ هست، چه حالتی که الان هست، در هر دو حالتش به نظر من قبل از اینکه شما هر اقدامی بکنین برای خرید خونه، اول با فاینانشیال ادوایزرتون یا مورگیج بروکری که دارین باش کار میکنین یه میتینگ داشته باشین، تو این میتینگ کیستون رو ریویو میکنن. معمولا یه بروکر خوب یا یه فاینانشیال ادوایزر خوب کاری که میکنه اینه، آپشن هایی رو که شما ممکنه داشته باشین براتون با توجه به کردیتتون، با توجه به اینکامتون، با توجه به داون پیمنتی که میخواین بذارین، آپشن های مختلف رو براتون به قول گفتنی روی میز میذاره. توی این حالت از حالت بدترین شروع میکنه به حالت بهترین میاد جلو. یعنی من خودم این کارو میکنم، همیشه حالت بد قضیه رو در نظر میگیرم که اگر حالت خوب نشود این حالت بدترینه، یعنی حالت بدترین انجام میشه، اگر انجام بخواد بشه این اتفاق میفته، پیمنتتون اینجوری میشه، لندرتون یه همچین حالتی هستش، مثلا پروداکتش اینجوری هستش. به خدمت شما عرض شود که تمام چیزایی که احتمال داره براتون پیش بیاد رو باید براتون بگه. حسن این قضیه اینه که یا شما تصمیم میگیرین که ریسکش رو قبول بکنین، در حالت بدتر بریم جلو که اگه خوب شه که خفه و حل مراد، خب؟ ولی اگر حالت بد شد دیگه جای گلگی نیست، چون خودتون از اول میدونستین که یه همچین حرکتی رو که میخواییم بکنین این آپشنایی بود که داشتین و این آپشن ها یکیش انجام شده. معمولاً با کسی که کار میکنین اگر کیستون رو ریویو بکنه و ببینه که به چه صورت هست و اگر تجربه لازم رو داشته باشه میتونه براتون بهترین آپشن رو انتخاب بکنه. خب حالا این به این معنی است که آپشن های دیگر رو براتون در نظر نگیره یا براتون توضیح نده، آپشن ها رو براتون به صلاح تهیه میکنن و میگن آره تو این کیسی که شما دارین من فکر میکنم مثلا بالای 50% یا همچین حرکتی رو میشه کرد، یا مثلا فرض کنید شما کوالیفای میشین که مثلا از بانک مورگیج بگیرید. یادتون باشه تو کار مورگیج هیچ کس نمیتونه بهتون قول بده که من 100% این کارو میکنم، من 100% نمیدونم این ریت رو میگیرم. این چیزایی هستش که به قول گفتنیم کسایی که تو کار مورگیج هستن اگر پروفشنالی به این قضیه نگاه بکنن نباید یه همچین قولایی به کسی بدن. سعی بکنین که اون چیزی رو که واقعا حس میکنین برای خودتون میخواین انجام بدین، از نظر یه کسی که داره کار مورگیج انجام میده رو میگم، داری انجام میدی برای خودت داری انجام میدی. وقتی خودت داری برای خودت این فکر رو میکنی که برای خودت انجام میدی، طبیعتا برای کلاینتت همون حالت بهترین رو در نظر میگیری. مسئله دیگه که تو پروسس پرچس در نظر باید داشته باشید این هستش که شما اومدید این استپ اول رو در نظر گرفتید، اومدید دیدید کوالیفاید مثلا میشین، اکسپکت میکنین که مثلا یه همچین مورگیجی رو بگیرین با یه همچین ریتی حدودن و یه همچین پیمنتی. آیا این پیمنت برای شما جوابگو هست تو باجتی که در ماه برای خودتون در نظر گرفتین؟ این خیلی مهمه. شما نمیخواید که اسیر مورگیج بشین، نمیخواید که زندگیتون به این صورت باشه که هر ماه بیاین هی مثلا کار بکنین، زیاد کار بکنین، وقت بذارین که بیاین فقط مورگیجتون رو بدین، پس از زندگی لذت خاصی نخواهید برد. این همون بحث افوردبیلیتی بودنه که شما میتونید افوردبیلیتیتون چقدر هست، چقدر میتونین از اون باجتی که در ما اینکامی که شما در میارین یه بخشش رو میذارین برای مورگیج، یه بخشش رو میذارین برای انترتینمنت، یه بخشش رو میذارین برای سیوینگتون، یه بخشش رو میذارین برای خرجای دیگه که دارین. اگه قرار باشه شما به صرف این که فقط بخواید خونه بخرید تمام درآمدتون رو مثلا بذارین فقط برای خونه، بعد آخر ماه که بشه مشکل پیدا میکنید. این بحث افوردبیلیتی خیلی مهم هستش، باعث به این توجه بکنیم. یک استراحت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم ادامه برنامه رو در خدمتتون خواهیم بود.
Are you planning to purchase a home or refinance your existing mortgage? You may want to start off with finding the right mortgage broker. Here are a couple of pointers to bear in mind when choosing a right mortgage broker. A competent mortgage broker provides you with a lot of information about the process and the product they are offering you. They should always provide you with details of the given deal instead of just making you sign off on a commitment with limited information. The product or the service they are offering you must best suit your qualifications and financial needs. A good mortgage broker will look for the best product matching your short and long-term needs, as opposed to just focusing on the lowest interest rate. Always look to find if there are positive reviews or online testimonials about their services. At Mortgage Transit, the services we provide will save you time and money. Mortgage Transit, your journey home. خب برگردیم به داستان پرچس. استپ اول رو برداشتیم. استپ اول چی بود؟ این بود که شما نشستین با مورگیج بروکرتون، با فینانشال ادوایزرتون یه میتینگی داشتین، کیساتون رو ریویو کردین، آپشناتون رو ریویو کردین، یه آپشن رو انتخاب کردید یا مثلا یه پلان بی هم برای خودتون انتخاب کردین. حالا استپ بعدی چیه؟ استپ بعدی این هستش که شما با ریلتورتون تماس بگیرید. ریلتورتون حالا این کاری که شما میکنین به ریلتورتون هم کمک میکنه. چرا؟ چون ریلتورتون الان میدونه که سقف خرید شما چقدره، باجتتون چقدر هستش نسبت به اون داون پیمنتی که میخواییم بذاریم. کارو برای ریلتورتون خیلی راحت میکنه و راحتتر میتونه اون خونه که شما دنبالش هستین رو براتون پیدا بکنه. این خیلی بهتره تا اینکه مثلا فرض کنید یه ریلتور بدونه که مثلا ندونه مثلا شما باجتتون چقدر هستش، بعد یه خونه پیدا کنه شما خوشتون بیاد بعد برین بگیرین بعد نتونین مورگیجشو بگیرین. خب این برای هم شما زیاد خوشایند نخواهد بود، هم برای ریلتورتون نتیجتاً یه اکسپریانس بدی خواهید داشت. ولی اگه اون استپ اول رو انجام بدید با خیال راحت میرین دنبال اون خونه که میخواید. حالا اون خونه رو پیدا میکنه. خونه رو که پیدا کردین آفر میذارین. تو آفری که دارین میذارین بهترین حالت اینه که اگر بتونین، که خیلی خوب هست که این الان توی مارکت میتونین این کارو بکنین به خاطر که زیاد همچین هات نیست. ولی جنرالی به صورت عمومی من فکر میکنم که تقریبا به همه کلاینت هم اینو میگم، همیشه آفرتون رو که میذارین فایننس کاندیشن حتما بذارین. فایننس کاندیشن که بذارین مثلا 3 روز بیزینس دی، 4 روز، 5 روز به شما این وقت رو میدن که برین و مورگیجتون انجام بدین. به محض اینکه کارتون یعنی آفرتون اکسپت شد و از طرف فروشنده هم به قیمتی که حالا میخواییم بخرید به توافق رسیدین، این پرچس اگریمنت یا اون قرارداد خرید خونه بین دو طرف از طریق ریلتور فروشنده و خریدار بین فروشنده و خریدار رد و بدل میشه، امضاهاش رو انجام میدن. اون دیپازیتی که برای اون فروش خونه یا برای خرید خونه باید شما بذارین به اصطلاح در این تراست به بروکرج اون فروشنده، ریلتور اون فروشنده بذارین، اون کارا رو انجام بدین، آفرتون قانونی میشه. تو این حالت برمیگردین دوباره به فایننشال ادوایزرتون و مورگیج بروکرتون. حالا الان مورگیج بروکرتون تمام مشخصات شما رو داره به خاطر قبل از اینکه شما این اقدام بکنین چیزایی که باید کالکت میکرد ازتون، جاب لدر، پی استاب، نمیدونم اینکامتون چجوریه، کریدیتون چجوری بوده، نمیدونم کریدیتون چک کرده، داون پیمنتش رو مثلا استیتمنت بانکی ازتون مثلا احیانا خواسته نگاه کرد، همه چیزتون آماده داره، اپلیکیشنتون حاضره. تنها چیزی که قسمتی که به اصطلاح نیست مشخصات خونه است. تو این حالت چون آفرتون اکسپت شده شما میایین معمولا اگر لیست شده باشه این خونه یا اون پراپرتی توی MLS، شما از طریق همون ریلتورتون MLS لیستینگ و پرچس اگریمنت رو به بروکرتون میدین یا فایننشال ادوایزرتون. اون قسمتی که به اصطلاح کامل نیست که همین پراپرتی اینفورمیشن هست توی اپلیکیشن کامل میشه و حالا دیلتون حاضر هست که سابمیت بشه به بانک برای اپرووال. باز با توجه به اون مدت زمانی که حالا فایننس کاندیشن اگر گذاشته باشین 2 روز، 3 روز، 4 روز، به محض اینکه این فایل سابمیت میشه به اندر رایتر توی بانک،
بروکرتون یا فینانشال ادوایزرتون بایستی کامیونیکیت داشته باشه با بانک و به اونا بگه که حتی اگه هرچند میبینن توی قسمت اسکیجول فکر میکنم اگه اشتباه نکنم ای اونجا نشون داده میشه که روی این دیل فایننس کاندیشن هست، ولی باز هم من همیشه این کارو میکنم تو نوتی که برای یا ایمیلی که برای بانک میفرستم میگم که این اپلیکیشن یا این دیلی که من برای شما فرستادم 3 روز فایننس کاندیشن داره، سعی بکنیم تو این 3 روز اپرووال بگیریم و کاراش انجام بدیم که اگر موردی هست همون تو اون 3 روز حل و فصل بشه، اگر هم حل و فصل شدنی نیست حداقل بدونین که به کلاینتتون بگین که اوکی مورگیجتون مثلا به این دلیل به این دلیل ممکنه انجام نشه، بعد شما اون وقت رو دارین که دیلت یا اون اپلیکیشن یا اون ببخشید اون قراردادی که شما با فروشنده امضا کردین رو فسخش بکنه و پولتون رو بگیره. یادتون باشه که هیچ اپرووالی، اینو تاکید میکنم، هیچ اپرووالی که از طریق بانک‌ها، لندرها، حالا A B هرچی که هست میاد، اینا همشون کاندیشنال اپرووال هستن، یعنی با کاندیشن میاد، فرم اپرووال نیست، یعنی که به شما رو اپروف کردن، اپلیکیشن شما فرستادی، مدارک رو فرستادی ولی هنوز ریویو نشده، یا مثلا فرض کن یه سری از داکیومنت‌ها شما هنوز به عنوان بروکر هنوز نفرستادین برای بانک. یادتون باشه اون کاندیشناری که تو اپرووالتون هستش حتما با بروکرتون ریویو کنین. ببینین اون کاندیشنا کاندیشنایی هستش که شما میتونین ساتیسفایش بکنین یا نه. اگر میبینید کاندیشنتون یه جوری هستش که نمیشه ساتیسفایش کرد یا شما به عبارتی کوالیفای نیستین واسه اون کامیتمنتی که شما گرفتین، جلوتر نرین، چون وقتی که اون پنجره‌ای که برسات درست روز فایننس کاندیشن دارین بگذره شما ویو کنید، یعنی آفرتون میشه فرم، دیگه راه برگشتی ندارین، دیگه به هر طریقی باید یه مورگیج بگیرین. حالا این مورگیج چجوری بگیرین باز داستانه خاص خودشو داره که این ممکنه سر از بی لندر در بیارین. برای همین کاندیشنایی که مثلا به محض اینکه شما اپرووالتون میاد از بروکرتون بخواید، از بروکرتون بخواید یه میتینگ داشته باشین، کاندیشن های اون اپرووال یا اون کامیتمنت رو با هم ریویو کنین. یه بروکر خوب، یه فایننشال ادوایزر خوب وقتی که پروداکت اون مورگیج رو بدونه میدونه چه چیزایی آندررایترش میخواد، وقتی بدونه قبل از اینکه اصلا اپلیکیشن رو بفرسته اون داکیومنت هایی که نیاز داره رو از کلاینتش گرفته، وقتی گرفته باشه کاندیشنال اپرووال که بیاد خب میبینه مثلا اینو خواسته اینو خواسته اینو خواسته، بعد نگاه میکنه میبینه همه اینا رو من مثلا گرفتم یا کلاینتم داره برام میاره، مشکلی نیست. تو این حالت وقتی که مشکلی شما ساین میکنین کامیتمنت رو و به صدا برمیگردونین با ساپورتینگ داکیومنت به بانک، دیگه خیالتون راحته که این دیل انجام شدنی است. حالا اینکه حالا تو اون 3 روز ساتیسفای بشه یا اصطلاحا ویو بشه اون کاندیشن ها، حالا بعضی از بانک ها این کارو میکنن، بعضیا چون بسا ترانزکشن والیومشون بالا هستش ممکنه مثلا بعد از فایننس کاندیشن شما اون کاندیشن ها رو بیان ساتیسفای کنن، ولی بر تقدیر وقتی که بدونید همه چی اوکی هستش میتونید با خیال راحت برید فایننس کاندیشنتون رو ویو بکنین و احتمالاً اگر اینسپکشن هم داشتین اونم تو اون 2-3 روز انجام دادین اوکی بوده همه چیز، دیلتون حالت فرم پیدا میکنه، اپرووالتون فرم میشه، با خیال راحت آماده میشیم برای کلوزینگ. معمولا پروسس اپرووال به این صورت هستش که وقتی کاندیشنال فرم شد، حالا نسبت به کلوزینگ دیتتون، حالا 1 ماه بعد هست، 2 ماه بعد هست، 3 ماه بعد هست، هر چقدر که هست، وقتی کاندیشن های بانکی ساتیسفای شد، مرحله بعدی سالیسیتور هست، لویر شما از طریق بانک اصطلاحاً اینستراکت میشه، یه اینستراکشن لیدر براشون فرستاده میشه که این مورگیج برای این شخص، برای این خانم، برای این آقا فرستاده شده برای شما که لویرش هستین و این کاندیشن ها، حالا یه سری کاندیشن ها برای لویر میفرستن، معمولا اون کاندیشن ها کاندیشن سختی نیست، اینکه کانفرم بکنن شما خودتون هستین، میدونین دارین چه کار میکنین، اگر مجرد هستین یا متأهل هستین، اگر متأهل هستین کانسنت بگیرن از همسرتون اگر روی مثلا اپلیکیشن نیست، یا اگر هست چجوری هست، همه در واقع میخوان مطمئن شن که شما اون شخصی هستین که اپلای کردین برای این مورگیج و تایتل سرچ بکنن براتون، مورگیجتون رو رجستر بکنن روی پراپرتی و اون کارهای لیگالی که باید انجام بدن از جمله اینکه آب و برق و نمیدونم
یوتیلیتی اینا رو به اسمتون بکنن تو اون فاصله که کلوزینگتون دیتتون هستش. از اون به بعد مسئولیت و ریسپانسیبیلیتی شما نسبت به یوتیلیتی، آب، برق، نمیدونم گاز و اینا به عهده شما میشه، اسم شما میاد به عنوان اونر جدید روی اون یوتیلیتی. از قبلش اونر قبلی مسئولش بوده تا روز کلوزینگ که اون پی این کارهایی هستش که لویر براتون انجام میده و در نهایت وقتی دیلتون کلوز بشه کلید رو روز بعد یا همون روز کلوزینگ بهتون میده. این برای به صورت خیلی خلاصه برای پرچیز ترانزکشن بود که چه مراحلی رو انجام میده. حالا اینکه حالا باز من میگم پرچیز برای حالت کلیش رو من گفتم، باز اینکه شما بتونید دومی خونه بخرین، سومی خونه بخرین، اینوستمنت بخرین، اینا همه توی پروداکت هایی هستش که بعداً باز من وارد قضیهش خواهم شد، سر موقع خودش، سر پروداکت خودش و راجع به اون صحبت خواهیم کرد. مسئله بعدی که میخوام امروز راجبش صحبت بکنم ریفایننس هست. خیلی سریع این ریفایننس رو من میگم، ممکنه یه بخشی از ریفایننس بمونه تو برنامه بعدی براتون بگم، ولی سعی میکنم تو همین برنامه تمومش بکنم. ریفایننس معمولا برای این انجام میشه که یا شما بدهی دارین روی کردیتاتون، اصطلاحا هم بهش میگن دت کانسولیدیشن، یعنی شما میخواید بدهیاتون رو پرداخت کنین، از پیمنت مثلا فرض کنیم ماهانه بخوایم به 10 تا کریدیتور مثلا ماهانه یه مینیمم پیمنت یا یه چیزی بخوایم بدیم ماهانه بدیم، به اضافه که مورگیجی که خودتون هم دارین بخوایم بدین، جایی که بیایم به 10 تا مثلا کریدیتور هی پول بدین ماهانه، اینا همه رو میایم می‌ریزین روی کاسه. اصطلاحا بهش میگن ریفایننس کردن، یعنی که خونتون رو دوباره بخرین. یه همچین حالتی خونتون رو مثلا خودتون صاحب خودتون صاحب خونه هستین ها، نه که بریم بفروشینش، خودتون از خودتون می‌خرین در واقع، یعنی ریفایننسش می‌کنین. توی این ریفایننس کردن میاین اکویتی، مشروط میگه اکویتی تو خونتون باشه. اکویتی تو خونتون داشته باشین، اون بخش از اکویتی که قرار هست بکشین بیرون و به اصطلاح پرداخت بکنین، کانسالیدیت بکنین بدهیاتون رو، پرداخت بکنین، دیگه بدهی ندارین. تنها چیزی که براتون میمونه مثلا حالا نسبت به کیستون یه مورگیجیه که حالا مورگیجتون رقمش میره بالاتر، طبیعتاً پیمنتتون هم میره بالاتر، ولی دیگه پیمنت های دیگه نداری. خوبیه اینه که شما اگر بخواید به کریدیت هاتون مثلا پی بکنین در ماه، ممکنه بهره بالایی بدین، یا مثلا اگر بخواید مینیمم پیمنت ها رو بدین اصل پول رو چیزی نمیدین، هی دارین فقط بهره میدین. خوبی این کاری که اینا همه رو کانسولیدیت میکنین توی یه مورگیج و هم پرینسیپال میدین هم بهره. حالا این یک نوع مصرف ریفایننس بود که بیاین حالت دبت کانسولیدیشن بهش میگن. حالت دوم این است که شما اکویتی تو خونهتون دارین و میخواین این اکویتی رو استفاده کنین یه خونه دیگه بخرین، یعنی اون اکویتی رو مصرف کنین برای دام پیمنت یه خونه جدید، این هم بهش میگن ریفایننس یا اصطلاحاً اکویتی تیک آوت بهش میگن. دوباره میای خونه رو حالا نسبت به اینکامی که دارین، نمیدونم نسبت به کردیت خوبی که باید داشته باشین، خونه رو ریفایننس میکنین، اون بخش از اکویتی که تو خونه میتونین بکشین بیرون اون رو میکشین بیرون و استفادهش میکنین برای داون پیمنت خونه دوم یا سوم یا چهارم. همه اینا بستگی داره که کوالیفاید بشین. اگه یادتون باشه تو بحث داون پیمنت من گفتم داون پیمنت باید 30 تا 90 روز مثلا تو حساب بانکتون باشه، سورسش مشخص باید باشه. تو این حالت وقتی که از توی خونه خودتون اکویتی میکشین بیرون، دیگه نیاز به اون 30 روز، 60 روز، 90 روز نیست، چون سورسش مشخصه. دیگه کسی نمیاد بگه این پول از کجا اومده، چون از طریق لویر که انجام میشه اکویتی از تو خونه خودتون دارین پول میکشین، سورس مشخصه، میتونین استفادهش بکنین برای خونه بعدی. تو این حالت اون 30 روز 60 روز نیاز نداره. حالا اینکه چطوری بتونین ریفایننس بکنین، قانون ریفایننس چی هست نسبت به اینکه چه کار شما دارین میکنین، کارتون چی هست، باز فرق میکنه. من بحث سلف امپلوید و بیزنس فور سلف رو الان نمیخوام واردش بشم، نمیخوام راجع به اون صحبت بکنم که آیا میتونن ریفایننس بکنن یا نه، الان صرفا روی امپلوید دارم صحبت میکنم. کسایی که امپلوید هستن اگر اینکامشون جوری باشه که بتونن مورگیج بیشتری رو بگیرن، اکویتی بیشتری از توی خونهشون بکشن بیرون، قانون اینه 80% ارزش خونه رو میتونین شما به عنوان مورگیج جدید داشته باشین، یعنی 20% مینیمم باید تو خونه بمونه. خب یعنی اگر خونهتون 1,000,000 دلار ارزش داره، مکزیمم مورگیجی که میتونین بگیرین چون امپلوید هستین 80%، یعنی 80% 1,000,000 میشه 800,000 دلار. شما 800,000 دلار مکستونه میتونین مورگیج بگیرین. حالا اگه یه مورگیجی دارین آردی روی خونه که مثلا فرض کنین 600,000 دلاره، 200,000 دلار شما اضافه میتونین اکویتی تک آت بکنید. حالا این اکویتی تک آت خودش لیمیت داره. خب
اگر بخواین کش بکه به قول گفتنی از توی خونه بیارین بیرون، مکزیمومی که بتونین بگیرین به عنوان کش بیرون، حالا باز اونم هر بانکی برای خودش پالیسی داره، مکزیموم 200,000 دلار. باز کوشن میکنین 200,000 دلار برای چی میخواین؟ اگه قرار باشه شما این 200,000 دلار بکشین و بخواین مثلا فرض کنید وکیشن برین، یا مثلا فرض کنین یه حرکتی بکنین که سرمایه‌گذاری نباشه، معمولا بانک ها راضی نیستن این رقم رو بهتون بدن. بیشتر برای رنوویشن خونه بهتون میدن، برای اینکه مثلا فرض کنید همونجوری که اول برنامه گفتم دت کانسولیدیشن داشته باشین، یا اینکه بخواید یه اینوستمنت پراپرتی بخواید، یا بخواید میوچوال فاند یا اینوستمنت بگیرید. اینم بحث به طور کلی قانون ریفایننس که 80% ولیو خونه است. من خیلی تند گفتم ریفایننس رو، قول میدم هفته بعد راجع به ریفایننس بیشتر صحبت بکنم. گفتم وقت ما خیلی کوتاهه، من فکر میکنم که باید با مدیریت صحبت بکنم که حداقل اینجا یک ساعت من برنامه داشته باشم، تو این یک ساعت بتونم خیلی مسائل رو راحت‌تر و آهسته‌تر البته براتون توضیح بدم که بتونیم با هم دیگه این بحث رو به خوبی به پایان ببریم. ایمیل من rafi@amgtv.ca هستش. همونطور طبق برنامه گذشته اگر نظری دارین، انتقادی دارین، سوالی دارین با من تماس بگیرید، حتما بهتون جواب خواهم داد. از برنامه‌های بعدی وارد جزئیات مورگج خواهیم شد و به قول گفتنی میریم توی دیتیلز قضیه که مورگج چجوری ورک آوت می‌کنه برای شما با توجه به کیس شما. آرزوی سلامتی تندرستی براتون دارم تا برنامه بعدی.